گایز چطورین؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز اومدم با یه ویدیوی سم. بچه چند روز پیش بود که تو گوشیم تو پوشه اینستاگرام داشتم میگشتم، همینجوری اون آخرا که رسیدم دیدم همه اون کوئسچن باکسایی که شما از من پرسیدی تو اینستاگرام تو اون پیج اولم همشون هست و واقعا خیلی باحال بود. چند تاشو خوندم راستش، بقیه‌اشو گفتم اوکی نخونم، بیام یه ویدیو بگیرم و بهشون ریاکت برم و جوابی که اون موقع دادم و جوابی که الان میخوام بدم و براتون بذارم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. حتما حتما این ویدیو رو لایک کنید، واسم کامنت انگلیسی بذارید، چنلمو حتما حتما سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید. خیلی به من کمک میکنید، اینجوری از من حمایت میکنید. دوستتون دارم. بریم سراغ ویدیو. به نظرت عشق یعنی چی؟ یه تعریف براش بگو. عشق یک راز بی پایان است، زیرا چیز دیگری نمیتواند آن را توضیح دهد. وای وای وای، تازه یادم اومد این متنو یه طرف یکی اینو ازم پرسید، بعد من سری رفتم گوگل کردم وای مثلا یه متن راجع به عشق، توضیح دادن عشق، بعد اینو پیدا کردم سری استوری کردم گذاشتم. چرا خوب، مگه خودم نظری نداشتم راجع به عشق یعنی چی؟ بر چی رفتم تو گوگل؟ بچه واقعا خیلی ضایع بود اون موقع جوابایی که بهتون میدادم، ببخشید واقعا. ولی خب الان بخوام جوابی راجبش بدم ببخشید بچه، اگه صدای اینجور شنیدین بدونید داداشم عرفانه و واسه خودتون نذارید. خلاصه اینکه اگه بخوام جواب بدم که الان به نظرت عشق یعنی چی، شاید یه جوابی مثل همین میدادم که واقعا عشق هنوز کسی نتونسته درک کنه و بفهمه و میشه گفت جوابی واسهش نمیشه داد. یه چنین جوابایی میدادم مثلا. اوکی بعدی. خانوادت گیر نمیدن بهت راجع به این استا؟ او این اکثر رو چقدر من دوست دارم، چقدر حسش رو دوست دارم، چقدر مفهوم، چقدر منظورش رو دوست دارم. واقعا هنوزم این اکثر دارم و همه جا سعی میکنم استفادهش کنم. هرگز کاری را برخلاف وجدان خود نکنید، حتی اگر قانون از شما بخواهد. اینجا مثلا یه سری خانمای با حجاب هستن که دارن به اون سمت میرن، این بدون حجاب داره این سمت میاد. اوکی کوشن باکس بعدی. اگه قرار باشه با یه بازیگر اوکی آروم باش، اگه قرار باشه با یه بازیگر مرد ایرانی یه شب رمانتیک داشته باشی، اون بازیگر کیه؟ ناموسن سوال چالشی جه بده. اوکی من چی گفتم؟ کلن تو فاز فیلم و اینجور داستانا نیستم. او مای گاد، این داستانا، این چیزا، این 3-4 سال پیش من اینجوری جواب دادم و ببینید چقدر من شاخ بودم. راست میگه، الانم از من اگه این سوالو بپرسن اصلا تو فاز فیلم و سریال و اینا نیستم. تو عمرم هم کلن 2 تا سریال فکر کنم دید، 3 تا سریال دیدم. یه دونه اسکوید گیم بود، یه دونه فیلم کره‌ای اسمش چی بود؟ من با یک آنتی فن ازدواج کردم، سریال کره‌ای بود، اونم نتونستم تا آخر ببینم. یه دونه عشق اجاری فیلم ترکیه بود، اونم تا فلان قسمت رفتم دیدم تموم نمیشه، تموم نمیشه، اعصابم نکشید دیگه ندیدم. این کلا 3 تا اصلا تو فاز فیلم نیستم، کلا نمیدونم چه، مخصوصا فیلم ایرانی. اگه به عقب برگردی کدوم کار رو انجام نمیدی؟ با 1.96 این روز از خونه تکون نمیخورم. What the f***، چرا اینو نوشتم؟ بچه ها واقعا چرا اینو نوشتم؟ مگه چه روزیه؟ 1.96 میشه 6 میشه شهریور. اوکی اوه مای گاد، برگام بچه، این اکس هم. این روزی که با یه نفر آشنا شده بودم و اینجا بود که اکس هم شده بود و تموم شده بودم به چی؟ من نمیستم این روز از خونه تکون نمیخورم که برم با اون یارو آشنا بشم. الان یادم اومد، چقدر باحال، چقدر جالب. اوکی کوشن باکس بعدی. اگه عاشق یه نفر بشی و نتونی به دستش بیاری چی کار میکنی؟ نوشتم کسی بدون داشتن کسی عاشق نمیشه ازن. منم واقعا هنوزم به این حرفم پایبندم و اعتقاد دارم. به نظرم کسی رو که نشناسی، با اخلاقاشو به دست نیاورده باشی، باش رفت آمد نداشته باشی و این داستانا، نمیتونه عاشقش بشی. چجوری مثلا؟
نظر شما هم همینه؟ چه خواننده یا دوست داری؟ تتلو تک کردم، سامان جلیلی تک کردم، خود خلصه رو تک کردم. خب الان بخوام جواب الان بدم، سامان جلیلی هست هنوزم، چون از بچگی دوستش داشتم. خلصه رو پاک میکردم، با اینکه دوست دارم آهنگاشو، ولی پاک مورد علاقه هم خواننده که دوستش داشته باشم نیست دیگه. تتلو هم هست، فقط یه شایعه هم بهش حتما اضافه میکردم. بیشور چرا اون موقع شایعه رو تک نکردی؟ اوکی، کوشن باکس بعدی. به نظرت این همه تو اینستا لایو یا استوری میذاری در آینده به مشکل بر نمیخوری برای زندگیش مشترک با شریک زندگیت؟ من نوشتم جان من همسرمو مثل خودم انتخاب میکنم، طرز فکرش باز باشه و قدیمی فکر نکنه. اوکی، شاید الانم همین جواب میدادم، یا اصلا ازدواج نمی کنم، یا طرفم میخواد بیاد باید اوکی باشه با شرایطم دیگه، نمیشه که مثلا مشکل داشته باشه. خدافظ خدافظ، به هم نمیخوریم، آدم هم نیستیم، بای. اینجا یکی جواب داده، پس چرا خودت عاشق شدی؟ من نوشتم چون شدم میگم. اصلا چی اصلا؟ آه فکر کنم اینجا یکی پرسیده بود که عشق خوبه یا فکرم یه چین چیزایی، بعد من نوشتم اصلا، بعد یکی نوشته پس چرا خودت عاشق شدی، منم گفتم چون شدم میگم. اصلا کسی که کنارتونه رو دوستش داشته باشین، حتی از خودتون بیشتر، ولی عاشق نه. خاک دوستت کنم، همش لاف بودا، کی عاشق شده بابا؟ حرف میزنید، وابستگی بچگونه رو گذاشتیم با عشق، عشق رو خراب کردم. خیلی جواب بدی دادم، بدم اومد. فانتزی چیه؟ هر شب یه هتل برم زندگی کنم، یعنی خونه نداشته باشم. فانتزی اینه. واقعا هنوزم فانتزی مه ها. واقعا آره دوست دارم. مثلا برام یه جور میشه گفت زده میشم از یه جایی که بخوام همش اونجا باشم. یا خونه رو باید عوض کنم، یا وسیله خونه رو باید عوض کنم، یا مثلا هر شب یه هتل برم یه جای جدید. خیلی حال میده خدایی. نمیدونم فازم چیه، ولی خب اینجوری هم دیگه. خب اوکی، این بود از کوشن باکس هایی که خیلی قدیمی جوابشون دادم و خواستم الانم بیام جوابشون بدم، بخونمشون و ریاکت برم نسبت بهشون. و اینکه امیدوارم دوست داشته باشین. اگه دوست داشتین ویدیو رو خیلی خیلی ممنونتون میشم که لایک کنید. ببخشید بچه ها، اصلا گرفت آخر ویدیوی. بوس به کلتون، بای بای.